شب روز نیازی نیستش که شما خیلی به اسناد طبقه‌بندی شده هم دسترسی داشته باشید تا رؤیت بکنید نقشی رو که خیلی از چهره‌هایی که مشخصاً به جمهوری اسلامی نزدیک هستند در کانادا دارن بازی میکنن. خیلی مقایسه نسبتاً راحتی است وقتی کانادا رو مثلا با اینجا در ایالات متحده آدم مقایسه میکنه. درود بر شما. بله، به صورت واضح رژیم جمهوری اسلامی سعی میکنه در مسائل این کشور کانادا دخالت بکنه، تهدید میکنه فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، فعالان مدنی رو. و خوشحالم که میبینم سیسس، سازمان اطلاعات امنیتی این کشور، بالاخره به این مسئله دقت کرده و گفته که رژیم جمهوری اسلامی مثل چین، مثل روسیه و هند نقش داره و باید بیشتر و جدیدتر بهش رسیدگی بشه. چه شواهدی رو اونها ارائه کردن در مورد اقدامات ایران به طور خاص؟ حالا به کشورهای دیگر هم اشاره کردن، مثلا در مورد هند به یاد داریم که یک اقدام ترور رو انجام دادن در خاک کانادا، یا دست کم متهم هستن دولت هند که چنین اقدامی رو انجام دادن. در مورد ایران چه شواهدی ارائه دادن؟ در این گزارش اشاره دقیق نشده به شواهد، اما همونجوری که میدونیم خب خیلی از فعالان حقوق بشری در که روی مسائل ایران کار میکنن در کشور کانادا اعلام کردن که احساس خطر میکنن، تهدید شدن، و نه تنها در کانادا، در تمام کشورهای غربی. خود شما جناب فرساد این خطر براتون بوده، و در خاک کانادا هم سیسس، این سازمان اطلاعاتی، با اعلام کرده که جون حداقل 3-4 نفر ایرانی کانادایی در خطر بوده. به این مسئله در این گزارش اشاره شده، و اشاره شده که رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده که حمله سایبر اتاک بکنه به سیستم های کامپیوتری کانادا. میگم اطلاعات بیشتری داده نشده در این گزارش، اما این اطلاعات در روزنامه ها در سالهای اخیر چاپ شده. آقای شهرز، شما خودتون ساکن کانادا هستید، چقدر حتی اگر واقعا دولت کانادا بخواد اقدام جدی انجام بده اصلا عملی هست با توجه به اینکه جامعه نسبتاً بزرگی از جامعه ایرانیان کانادا، و گمان میکنه خب خیلی از این چهرهایی که متهم هستن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن احیانا الان اصلا شهروند کانادا؟ بسیار کار دشواری است. من و سازمانی که باش همکاری میکنم، Iranian Justice Collective، چند ماه دیگه در کمیسیونی که در کانادا شکل گرفته که به مسائل دخالت های دولت خارجی رسیدگی میکنه، قراره بریم اونجا شهادت بدیم و صحبت رو به این مسئله بکنیم. همونجوری که شما میگین کار دشواری است، خیلی از این افراد شهروند کانادا هستن، اما قدم اولی که رژیم که دولت کانادا میتونه برداره اینه که سپاه پاسداران رو رسما یه گروه تروریستی بشناسه، و این باعث میشه که بتونه شاید خیلی از این افرادی که شهروند شدن رو بتونن بیرون بکنن، و دومی که یه راهی ایجاد بکنه برای اینکه کامیونیتی ایرانی کانادا بتونه این اطلاعات رو به گوش سیاستمداران و به گوش سیستم امنیتی اینجا برسونه. این دو تا قدم فکر کنم قدم‌های خیلی مهمی باشن و شاید تا حدی بتونن این مسئله رو حل بکنن. ممنونم از شما. کاوه شهرز، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو.